سلام بینندگانی عزیز، سیومی فوریه برنامه خبری امروز است و امروز در برنامه چنین موضوع ها را داریم. توجه کنید. افغانستان پولی 4 ماهه برقش را پیش پرداخت کرد. شکایت مردمی سنگوار از بدادگری های کمیته دولتی امنیت ملی و مشکلات دیگر. چرا امام علی رحمان را ونگ نام ماندند؟ شرکت برقرسانی برشنای افغانستان به شرکت برقی تاجیک 4 ماه مبلغی برق را پیش پرداخت کرده است. در برابر این مسئولان شرکت برقی تاجیک از مسئولان برشنا برای پیش پرداخت برق اظهاری سپاس نمودند. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برقی تاجیک از همتای افغانش احمد داوود نرزای و تیم او برای همکاری های مشترک در واردات برق از تاجیکستان به افغانستان و پولی پیش پرداخت 4 ماه ینور، فوریه، مارس و اپریل اظهاری تشکر کرده است. این نامه در اختیار خبرگزاری سپوتنیک تاجیکستان قرار دارد. شرکت برشنای افغانستان در برابر پیش پرداخت 4 ماهه که قبلا در ماه دکبر با جانب تاجیکستان به توافق رسیده بودند، خواسته است که برای ماهای بعدی قیمت برق را پایین ببرد، زیرا به گفته مسئولان برشنا برق به آنها کمی گران فروخته می شود. در باره نرخنامه‌ای که شرکت برقی تاجیک به افغانستان می فروشد، رسما چیزی گفته نشده است. اما بنا به نوشته سپوتنیک که از قول منابعش آورده است، افغانستان 1 کیلووات ساعت برق را به 4.1 سنت از تاجیکستان خریداری می کند. برقی که از تاجیکستان به افغانستان انتقال می یابد تا ماه ایولی سال گذشته بیش از 10 شهر و ولایت های این کشور همسایه را تامین می کرد. اما بعد از کاهش یافتن انتقال آن، حالا تنها ولایت های قندوز، تخار و بغلان را تامین می کند. بین تاجیکستان و افغانستان برای خرید و فروش برق از 20 ایونی سال 2008 سازشنامه به امضا رسیده است. شروع از آخرهای ماه ایولی سال گذشته، برقی تاجیک انتقال نیروی برق را به افغانستان کاهش داد و سبب آن را در کم گردیدن میزان آبی آبانبار نارگ گفت. از آن به بعد افغانستان تلاش کرد برق را از کشورهای ازبکستان و ترکمنستان وارد کند و همچنین تولید برقی داخلی را نیز تقویت بخشد. اما با دلیل کمابی نتوانست طلبات داخلیش را تامین کند و حالا این کشور از کمبود برق تنقیسی میکشند. تأمینات نیروی برق به اهالی از مشکل ترین مسئله سال جاری حکومت تاجیکستان به حساب می رود. حکومت کشور به مردم گفت که آب حوض نارگ کم شده است و برای همین ناگزیر هستیم که لیمیت جاری نماییم. اگر آب حوض نارگ کم شده باشد، پس از کجا ماه به ماه حجم صادرات یعنی فروش برق به خارج زیاد کرده شد؟ چرا با وجود ببرقی ساکنان حکومت کشور برق را به همسایه ها می فروشد؟ در این باره روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک که با سبب‌های معلوم نام مستعار ساربان عظیمی را استفاده می‌کند به ازدو تیوی چنین نظر داد. فروختن نیروی برق نه تنها به افغانستان، به هر کشور دیگر از جمله ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و روسیه نباید مسئله و مشکل پیش آورد. بگذار بفروشند، ولی اگر که آن از استعمال و استفاده خلق و مردم تاجیکستان زیاد باشد. در حالی که برای خود این مردم لیمیت جاری کرده شده است، چی طور می شود به کشورهای خارجی بفروخت؟ مگر همین خلق فقیر و نادار نبود که از نوکی نفقه، از لبی معاش و از پسندازی برای هم جمع آوردهش را سهمیه روغن خرید؟ اگر برادران افغانستانی برای 4 ماه نلیچکا و اوانس و پیش پرداخت کرده باشند، در سال 2010 به ده ها میلیون دلار پیش پرداخت و با نلیچکا سهمیه خری های مردم، کارخانه ها، مؤسسه خصوصی و دولتی کجا شد؟ اخیراً بانک آسیای رشد برای عرصه انرژی تاجیکستان 150 میلیون دلار گرانت تخصیص داد و این مبلغ قرار است برای نصب حسابکنک‌ها و نوسازی برخی از تجهیزات این شرکت مصرف بشود. و شرطی واگذاری این مبلغ هم این است که ارزش فروش نیروی برق به اهالی بالا برده شود.
اما نکته جالب این است که شریک کاری بانک آسیایی رشد برای مصرف 150 میلیون دلار گرانتی جدا شده، حتی نه خود شرکت برقی تاجیک بلکه شرکت اویستا گروپ می باشد. و مالک اساسی آن به گفته آگاهان امور رستم امومالی پسر امومالی رحمان است که هم شهردار و هم رئیس مجلس ملی تاجیکستان می باشد. امومالی رحمان تقریبا 12 سال باز ضمن مراجعات هایش به مردم یک چیز را پیوسته تکرار میکند. آن همین است که هر کس باید برای 2 سال آینده مواد خوراک ذخیره کند. چون این مراجعات هایش را پرزیدنت از سال 2008 آغاز کرده است. او در سال 2009 ضمن یک مراجعات به مردم کشور گفت هر کس باید برای 2 سال آینده مواد خوراک ذخیره کند. آن زمان رحمان گفته بود که بحران مالی و همچنین آفات های طبیعی، خشکسالی و کمابی به اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی خود را گذاشته است و هر یک آیله باید با استفاده از فراوانی و افزایش امسال ذخیره 2 ساله داشته باشد. رحمان پس از 13 سال نیز همین گفته هایش را باز در پیام سالانه نوش تکرار کرد، اما این دفعه سبب را پندمی گفت. شکرانه پایتر میسم، شکرانه ما اوقدر دشواری و وزمینی که حالا در اروپا دیگر میتکای دنیا است اون در نرسه پروردگار مردم تاجیکه، یکی دیدیم که کی کفالت داده میتوند، کی کی را کمک میکند؟ همه به حال خودش سرگردان. یک واکسینا را ببین سیاسی کردن در دنیا. پس از باری دیگر صدا دادن این سخنها در پیام امسالش در پارلمان بسیار از کاربران او را به ونگا، یک زنی بلغاری نابینا که با پیشگویی هایش در دنیا معروف بود، تشبیه کردند. اما سوالی به جوابی که پیوسته ساکنان و فعالان و کارشناسان بر رئیس جمهور ارائه میکنند این است که چنین ذخیره را از کجا و از کدام حساب باید جمع بکنند؟ باید گفت در حال حاضر حد اقل معاش در تاجیکستان 400 سومانی یعنی کمتر از 40 دلار و مزد میانه معاش 1406 سومانی است. اندازه میانه نفقه در کشور 303 سومانی را در بر میگیرد. در ازدو تیوی در تحقیقی که از دوتوه گزاران برای یک هفته خریداری مواد آزوقه در تاجیکستان، آیله که از 3 نفر عبارت هست به 505 سومانی یا خود 44 دلار نیاز دارد. و اگر آن را به 4 هفته ضرب بزنیم 2020 سومانی را تشکیل می دهد که حتی همان معاش میانه 1406 سومانی برای خریداری مواد آزوقه بسنده نیست. حالا خراجات برای سر و لباس و خدمت رسانی های کمونالی و راهکیرا و تبابت حساب نشده است. این تحقیق ما نشان داد با وجود آن که در تاجیکستان پایین ترین معاش حتی در بین کشورهای پساشوروی موجود است، نرخی اکثر محصولات غذایی از جمله گوشت به مراتب از کشورهای اروپایی گرانتر می باشد. پس از کجا ساکنان باید برای 2 ساله ذخیره غذا مبلغ پیدا کنند؟ کارشناسان این سخنهای رئیس جمهور را جز دوری جستن از مسئولیت چیز دیگری نمی دانند. دعوتی به تکرار پرزیدنت را کارشناسان از درک واقعیت کشور دور ماندن او می دانند. حدود 1 میلیون ساکنان تاجیکستان در روسیه مهاجر کاری هستند و انتقال پول آنها درآمد اساسی خانواده هایشان می باشد. پوشیده نیست که دخل اساسی آیله ها در تاجیکستان از حساب مهاجران می باشد. اما سوالی اساسی آن است که آیا مبلغی به دست آورده آنها برای ذخیره کردن مواد غذایی 2 ساله می رسد؟ ما با این سوال به خود مهاجران مراجعت کردیم. یک مهاجری که سالهاست در روسیه کار می کند به شرط افشا نشدن نامش چنین پاسخ داد. ای گجو حضرت بایی کرد تلفن میکنم بعد یه هفته که باز سر می شود. دارو نسته ایش کسر شده و ای پلی مکتب گفتیم فلا ای کجا اسپید میکنم به چرا همون بوار که نمی سه کسا کار کاسیم اسپید نکردستیم ای کجا زخیره بود. فرهاد آدینایف که سالها با مهاجران کار کرده است میگوید مهاجران تاجیک در روسیه اساساً به 3 کاتگوری جدا میشوند. کسانی که در ساختمان کار میکنند و قسمی در بازارها به سودا مشغولند و قسمی در تاکسی. درآمد آنها از 30 تا 60 هزار روبل روسی در ماه میباشد. مبلغی بیشتر رو تکسیران ها به دست می آورند، اما صرفی بیشتر رو نیز همان ها نیز دارند. چون ساختمانچی ها اساساً در جای کارشان سکونت می کنند، اما تکسیران ها مجبورند در شهر سکونت کنند.
از همین خاطر با نظرداشتی مصرفات شخصی خودی مهاجران حد اکثری مبلغی که آنها امکانی فرستادن به آیله هایشان را دارند حدودی $300 بوده است. چون آیله های آنها نسبتاً کلان است و این مبلغ تنها برای خوراک یک ماه می رسد. به گفته اکثری فعالان در تاجیکستان خشاوندان رئیس جمهور پیوسته تلاش می ورزند که اکثری مبلغ های کار کرده ساکنان را به جیب خود بزنند. آن شروع می شود از چیپته های گرانترین در منطقه تا شناسنامه و شهادتنامه های طبی مکتب بچگان و ایوز سیمکارت ها و جمع آوری مبلغ برای این و آن که همه این بازارها را فرزندان و داماد و دادارعروسان امومعلی رحمان زیر دست دارند. حتی برای سفرهای رئیس جمهور به منطقه ها مسئولین از ساکنان مبلغ جمع میکنند که به گفته فعالان این همه باعث شده است تا یکی مهاجر هیچگاه دو نشود. مهاجرایی که $300 کار میکنن مهونه یعنی که $300 خونه شون روان میکنن عادتا اویله هاشون خب کلونتر است از گفتی خودشون چون مرشد دارن که همون $300 اویله شون در میرسونن این خوراکی هم یک ماه شونه خوراک کش در میرسونن حتی بعضی وقت میگن لباسه شون در نمیرسونن خب برای همین اگر در نظر گیریم برای ذخیره کردن اصلا یکم قیشروش یعنی نه قیشری میونه نه قیشری خوب کار میکرده گیش برای ذخیره کردن ندارم برای مثال من مهاجرایی که در ساختمان کار میکنیم گفتن پرسیدم گفتن ما اصلا امکانیت ذخیره کردن نداریم ما می کار میکنیم که حرکت کنیم که هر ماه پول روانشون کنیم که همون ماه زندگیشون برسن کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا با نشر مطلب در تویتر از قول رئیس این کمیته جناب گریگوری ویلدون میکس می نویسد که او وضعیت کشورهای آسیای مرکزی را از نزدیک پیگیری می کند و وضع سیاسی این کشورها را خوب می داند. گریگوری ویلدون میکس از بازداشت مخالف سیاسی تاجیک محمود آدینایف که چند روز قبل به 14 سال زندان محکوم شد نگرانی کرده است. او می گوید هرچند آزادی روزنامه‌نگار دلیر شریفوف خبری خوبی است اما بازداشت آدینایف بسیار نگران کننده است دو قدم به پیش و یک قدمی بزرگ به قفا همچنین گریگوری ویلدون از اینکه ازبکستان در زمینه ریشکن کردن کارفرمایی اجباری کودکان و محصلان در جمع آوری حاصل پخته پیشرفتی چشمگیری داشته است اظهار قناعتمندی کرد و آن را دستاوردی مهم در زمینه پیشبرد حقوق بشر در این کشور دانست. محمود دادینایف را روز 5 دکبر سال 2020 در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. او پیش از بازداشت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد و ماه نوامبر سال 2020 در صحیفه فیسبوکیش مردم را به تظاهرات دعوت کرده بود. او را پس از دعوت گردی همایی به شعبه وزارت کارهای داخلی شهر حصار دعوت کردند و به گفته پیوندانش بعد از حاضر نشدن آدینایف به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه حصار او را در جستجو قرار دادند. اخیراً 28 ژانویه دادگاه ناحیه رودکی محمود آدینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 14 سال زندان محکوم کرد. دادگاه آدینایف را به اوباشی و دعوت آن به افرادگرای گناهگار دانست اما خود او این حکم را نپذیرفت. محمود آدینایف پیشتر به حمایت از حقوق زندانیان مشغول بود و چند سال اخیر همچون معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات فعالیت داشت. فعالان و مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریزی شده می نامند که بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کاری حکومت ربط می دهند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی که در 6 ماه یک مرتبه برگزار می‌گردد گفت که تا کنون گروه اوانگارد برای ثبت نام شدن به وزارت عدلیه مراجعت نکرده است و حرکت این گروه رسما در وزارت عدلیه به قید گرفته نشده است. در همین حال معاون وزیر گفته است که فعالیت گروه اوانگارد تحت آموزش وزارت عدلیه قرار گرفته است. اینی زمان ما آموخته ایستاده‌ایم و در نشست مطبوعاتی آینده به شما معلومات مشخص داده می‌توانیم زیرا این حرکت عضویت ندارد اشتراکچی دارد و آنها می‌گویند که ما دائم عمل کننده نیستیم در وزارت عدلیه آن حرکت‌های جمعیتی نام‌نویس می‌شوند که خود را شخصی حقوقی اعتراف کنند و عضویت دارند
آنها برای ثبت نام هیچ گونه حجت به وزارت عدلیه تا کنون پیشنهاد نکردند. این گروه در رسانه ها چندین مراتبه با اقدام های خبرسازشان وردی زبان ها قرار گرفته بود. برای مثال، روزی 8 اکتبر یک عضوی این گروه با نام مبارکشا کمالزاده در صحیفه فیسبوکیش از پیشوازگیری با تنتنه از جانب مسئولان ناحیه ظفرآباد خبر داده بود. نام برده ضمن نشر این خبر چند عکس را نیز گذاشته است که دیده می شود جوان دختران در دست نان و ایده هم دست ها پیشی بر و با موسیقی و تشریفات رسمی عینن با شیوه پیشوازگیری رئیس جمهور از هیئت این گروه پیشواز می گیرند. انتشار این خبر واکنش های تنده را در شبکه های اجتماعی به بار آورده بود. اکثر کاربران از این شیوه پیشوازگیری گروه اوانگارد به شدت انتقاد نموده آن را خودنمایی و تقلید بی اساس نام بردند. برخی گفتند که دختران مردم را برای پیشوازی رئیس جمهور با لباس های اطلس در هوای سرد مجبوری می برآوردن کم نبود که باز این مردم دخترانشان را برای پیشواز این گروه فرستند. کاربران کاری مسئولان ناحیه و وزارت کارهای داخلی را انتقاد نموده پرسیدند که این گروه چی وظیفه را اجرا میکند و چی قهرمانی کردند که با این شکل دبدبناک پیشواز گرفته میشوند. فیروزی محمدالله که از خود رهبر گروه اوانگارد نام میبرد آخر ماه اکتبر در صحیفه فیسبوکیش نوشته بود که این گروه در ناحیه دوستی ولایت ختلان برای خوانندگان مکتب میسازد. اما مسئولین این ناحیه چنین اقدامی را از جانب این گروه رد کرده بودند. همچنین ماه اکتبر سال 2020 بحث دو جوان بر سر رهبری در سازمان اوانگارد موضوع چگونگی فعالیت این گروه نزدیک به مقامات را داغ کرده بود. مردی خدا دولتوف و فیروزی محمدالله هر کدام خود را رهبری این گروه می شمارند. مردی خدا دولتوف که او هم خود را رهبری این گروه می داند 13 اکتبر در فیسبوک فیروزی محمدالله را تنقید کرد و به رفتارهای نوجوان مردانه متهم نمود. فیروزی محمدالله به این ادعا پاسخ نداد ولی همزمان ادعا کرد که چند مدت اخیر رهبری گروه را بر عهده دارد. بنابر ادعای مسئولان این گروه ماه آگوست سال 2015 تشکیل شده در سراسر کشور بیش از 22,000 عضو دارد. جلسه اول این گروه در بنای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و با حضور وزیر رمضان رحیمزاده برگزار شده است. در آغاز هدف تشکیل گروه مبارزه با افرادگرایی نامیده می شد ولی بعداً آنها به تنقید منتقدان حکومت پرداختند. دوامی 5 اخیر این گروه در نزد چند سفارت کشورهای غربی در دوشنبه نیز با هدف برگردانیدن تروریستان از اروپا گردی همایی کرده است. در تاجیکستان تشکیل تظاهرات به اجازه من است و دوامی دست کم 20 سال اخیر به هیچ گروه اجازه این کار داده نشده است. بجز از جمع شدن در نزد سفارت ها، اعضای گروه اوانگارد ها در چارابینی های وزارت کارهای داخلی نیز اشتراک فعال دارند و از دست وزیر رمضان رحیمزاده نیز تحفه ها گرفتند. مردی خدا دولتوف گفته بود که آنها جمعیت اختیاری جوانان هستند. به قول او این یگان گروه سیاسی نیست، تنها جوانانی فعال هستند که از ارزش های ملی حمایت میکنند. این حرفا از عملهایی که جانبداران و اعضای گروه اوانگارد انجام میدهند فرق دارد. موادی که در سامانه گروه و یا از جانب طرفدارانشان در شبکه های اجتماعی پهن می شوند اساساً بیانیه های سیاسی هستند. از جمله محکوم کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا مراجعت به آلمان برای برگردانیدن تروریستان. این رفتار خود را مسئولان گروه همچون حمایه منفیت های دولت ارزیابی می کنند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را می توانید در سامانه از دن نقطه تیوی مطالعه کنید. طول این وقتا با شما بودم، شهرت رحمت الله. خیر تا برنامه های بعدی. خدا نگهدار.